خیال میکنین ما در مملکت اون و در کشورم صابخونه ای، ما مستعجلی صابخونه کسی دیگه من نفس مرد ارث میبرم. تمام این قوانین در حقیقت انقلاب ایران به نظر من یک انقلاب بسیار مردانه بود، با ذهنیت مردانه پدر سالارانه به این معنا. بعد سوال رو باید بکنیم از حکومتگران، از کسانی که حاکمن، که آقا چرا ما رو به اینجا کشوندی؟ چرا ما رو به اینجا کشوندی؟ ایران به هر حال از زمان آغاز انقلاب تا الان در دست اندازه، هنوز نتونست خود چراها بکنه. اگر بخوایم نقش نیروها و جریانات در نظر بگیریم، بله نقش خمینی از همه برجسته‌تر مخربتر بود به عنوان رهبر انقلاب. تمام این مسیر مسیر دینی هستش، در خانواده دین، در مدرسه دین، در کارخانه دین، در دانشگاه دین، در کوچه خیابان دین. خمینی آمده دو تا کار مهم به بدی کرد، یکی کشتار دست جمعی، یکی بهترین آرتش داشت اونها رو نابود کرده. فسادی که در نتیجه این نوع رابطه در ایران به وجود اومده، خب فساد در ایران در دوره شاه یکی از مسائلی بود که انقلاب رو شکل داد، ولی اون فساد بازسازی شد در کشورهایی که به آزادی و دموکراسی رسیدن. عده‌ای بودن که مبارزه کردن، هیچ دیکتاتوری بدون مبارزه. من که فرانسوی نیستم، که من ایرانیم، من خودم یه آواره میدونم که خاکش از دستش گرفتن. اون چیزی که برای من شما مسلمه ممکنه به عمر ما نرسه، ولی این نظام ماندگار نیست، خواهد رفت. و که گذر از جمهوری اسلامی نیاز به کوچکترین خشونتی نداره، چنان که تجربه های دیگر کشورها نشان میده. این آمدن ترامپ باعث میشه که اون چهره انقلابی جمهوری اسلامی به کلی در هم بریزه. ما این سختی رو میکشیم، ولی این نظام به در نظرسنجی هایی که اخیراً شده و من دو نمونه شو دیدم، 79% مردم میگویند این نظام باید بره.